سمیرا راهی روزنامه‌نگار از ترکیه همراه ما هستند برای گفتگوی بیشتر با محوریت انتخابات. خانم راهی، صحبت‌ها رو شنیدید، ابراز مخالفت با شرکت در انتخابات بیشتر شده. به طور مشخص از پیام مادر اکبر محمدی دانشجوی جان باخته در اوین شروع کنیم. چه نکاتی در این پیام برای شما قابل توجه بود؟ بله، با نزدیک شدن به روز هشتی شاهد این هستیم که گروه های بسیار مختلفی از شهروندان، از خانواده های دادخواه قربانیان بیش از 4 دهه جمهوری اسلامی تا زندانیان سیاسی و خانواده افرادی که زیر حکم اعدام هستند، هنرمندان و هر کسی که وظیفه خودش میدونه که در این باره در این روزا صحبت بکنه، بر عدم مشارکت در انتخابات صحبت میکنه. اما در مورد این نامه یک نکته بسیار مهمی در همون ساعت‌های ابتدایی هست و اون هم اینه که صحبت‌های کاندیداها رو به عنوان کلاهبرداری سیاسی نام برده و وعده‌هایی که اونها میدن رو خاصه برای کسانی که شاید با این وعده‌ها ترغیب میشن برای شرکت در انتخابات با این لفظ از اون یاد کرده و همینطور به درستی اشاره میکنه به جایگاه انتصابی که ریاست جمهوری در بدنه جمهوری اسلامی داره و در این حال نفوذ و فشاری که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای در این باره داره و بسیار عالی در مورد این موضوع صحبت میکنه که بیعملی رئیس جمهور تا چه حد میتونه در این انتخابات بیش از پیش در صحبت‌های کاندیداها مشخص باشه. علاوه بر اینکه پیام کلی این نامه تحریم انتخابات هست، خاصه با رویکردی که به وضعیتی که زنان در جامعه در این روزها دارن، اما و تاکید میکنه که حتی رأی سفید به این منزله هست که اون صفها و صندوقها رو جمهوری اسلامی به نشانه اعتبار و تایید برای خودش قلمداد میکنه، در مورد روشن‌تر شدن ماهیت جمهوری اسلامی صحبت کرده که حتی در این روزها مثل دوره‌های قبل ها رو از گلوی شهروندان بر نداشتن، اعدام‌ها افزایش پیدا کرده، دستگیری‌ها و حتی برخوردهای خشونت‌آمیز با زنان هم بیشتر شده و در نهایت هم به تأثیر مستقیم و اعمال نظر و سیاست‌های کلی علی خامنه اشاره شده که در نهایت این سیاست ها هست که هر کسی بر روی صندلی ریاست جمهوری بشینه ناچار باید تن بده به اون و خواسته های اون رو برآورده بکنه. اینکه گروه های مختلف اجتماعی از اهل سنت و هنرمندان، از خانواده های دادخواه تا شهروندان ناراضی انتخابات رو نمایشی میدونن، از چه وضعی در ایران حکایت داره؟ خیلی مشخص در مورد این صحبت میشه نظریات این افراد، این که چیزی برای انکار کردن وجود نداره. جمهوری اسلامی شاید از اون حالتی که سعی میکرد گاهی رفتارهای ناقض حقوق بشرش رو کادو پیچ کنه، در برخی از موارد کمی کوتاه بیاد خواسته در روزهای منتهی به انتخابات، اما میبینیم که این بار این کار رو انجام نداده. در بیش از 4 دهه گذشته هر آنچه که توان داشته برای تحمیل ایدئولوژی خودش، یکسان کردن تفکرات و سبک زندگی شهروندان به کار برده. شهروندان بهایی، شهروندان سنی، گروه‌های به حاشیه رانده شده جنسی و جنسیتی، هنرمندان، کسانی که سعی کرد جمهوری اسلامی با فشار و تهدید بر روی چهره‌های شناخته شده از اونها در بین مردم اعتبار زدایی بکنه، تفرقه بندازه بین مردم و در نهایت تنگتر کردن حلقه‌های آزادی اجتماعی که خواسته با رویکرد شدیدی که در مورد نحوه پوشش در خیابان ها داشت. من فکر میکنم همه اینها باعث شد و بسیاری از موارد دیگه که ما دیدیم و شنیدیم باعث شده که اینها در کنار هم قرار بگیرن و یک دستر از قبل در مورد این تحریم صحبت بکنن و من تصور میکنم که اوریان شدن وضعیت جمهوری اسلامی خواسته بعد از اینکه ما چند بحران بسیار بزرگ از آبان 98، انهدام هواپیمای اوکراینی و اعتراضات و جنبش زن زندگی آزادی رو داشتیم که به صورت کاملا مشخص در خیابان‌ها جنگ رو با مردم داشتن، تصور می‌کنم شبیه داستان لباس پادشاه شده و کسانی این مسئله رو میتونن انکار بکنن که به نحوی از سفره انقلاب ارتزاق می‌کنن و منافع خودشون رو با عدم شرکت در انتخابات و مشارکت بالا در خطر. سمیرا راهی، روزنامه‌نگار، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.